سلام، خوب هستی؟ من ریحان علیزاده هستم، از آشنایی تو هم خیلی خوشحال شدم. تشکر، من سکینه مقصودی هستم، متعلم صنف هفتم، یکی از مهمانای برنامه رنگ قلم. خب امروز در برنامه چی آوردین؟ خب من امروز یک شعر از شاعر توانا یحیی جواهری در دست دارم که میخوایم برایش بعد دکلمه بگیرم. راستی من می نام یحیی جواهری اصلا نشنیدم، شاعر افغانی است یا از کدام کشور دیگه؟ واقعا خیلی تعجب آور است که یحیی جواهری را شما تا به حال نمیشناسین. خب یحیی جواهری یکی از شاعرای معروف افغانستانی است که 11 تا کتاب داره، یعنی آثارش 11 تا کتاب است. 11 تا کتاب؟ من اصلا نشنیدم. خب میشه که بگین؟ خب از نظر مردم 3 تا کتابش واقعا خیلی مشهور است که به نام های انار چلنشین، ماه در فنجان و مبهم در موهوم است و من لیستش دارم که اینجا نوشته است که به غیر از این 3 تا کتاب مشهورش دیگه کتابایش به نام های شهر هزار چهره من، فال و تماشا، آن سوتر از ستاره و همچنان کتاب های دیگری هم هستن. خب گفتین شاعر افغانستانی هست، از کدام جای افغانستان ایشون هست؟ آها، یحیی جواهری متولد شهر مزار شریف هست و همچنان که مکتب خود را از بلخ به اتمام رسانده و دانشگاه خود را از کابل و همچنان در رشته حقوق و علوم انسانی دانشگاه خود را به اتمام رسانده. آها خیلی جالب شد. خب اگر نمونه از شعرهایشان دارین چرا که خیلی من کنجکاو هستم که یک از شعرهایشان بشنوم. خب من بسیار خوش دارم که برایشم شعر بخوانم، اما واقعا خیلی کنجکاو هستم که شما در برنامه چی آوردین؟ خب من مثل شما امروز در برنامه شعر آوردم از شاعر معاصر افغانستان قنبر علی تابش که شاید نامشان شنیده باشین چرا که یک شاعر خیلی مشهور افغانستان است. خب اسمش شنیدم اما زیاد معلومات ندارم دربارش. میشه کمک معلومات درباره ایشون بدین؟ قنبر علی تابش از روستای سنگشنده و ولایت غزنی است که در سال 1349 به دنیا آمده و همچنان ایشان یک شاعر خیلی معاصر افغانستان است که شعرهای عاشقانه، کلان اجتماعی، سیاسی و مذهبی شعر سروده. میشه در مورد آثار این شاعر بگید؟ البته قنبر علی تابش 4 کتاب خیلی مشهور داره که من اینجا لیستش دارم: دورتر از چشم اقیانوس، آدمی پرنده نیست، یک شعله نو بهاران و دل خونین انار. خب در کنار یکی ایشان اثرها و کتابهای خیلی زیادی دارم، باز مجموعه مقالاتی هم دارم که خیلی مشهورن اینا. خب ریحان جان میخوام بپرسم که شما امروز کدام شعر از قنبر علی تابش را در دست دارین و میخواین بخونید؟ واقعا خیلی مشتاق بودم که برای شما این شعر بخونم، اما خب میخواستم در برنامه بخونم دیگه. ما واقعا خبر نیم امیر گرداننده برنامه امروزی کجا هسته واقعا؟ من خبر نیستم واقعا. سلام. سلام، خوب هستی؟ سلام. خوش آمدید به برنامه امروزی. تشکر. آماده هستید شروع کنیم؟ بله. به نام تو که پژواک صدایت رایحه عشق است، تویی که یک گوشه از نگاهت تمام هستیم را به سجده شعر بندگی می کشم. خب مهمانای عزیز، من کنجکاو هستم که شما چی آوردید امروز برای برنامه ریحان علیزاده؟ خب شبنم جان، خیلی جالب است که هر دوتای ما سکینه جان و من هم با همدیگه یک جای شعر آوردیم و امروز قراره که در این برنامه بخوانیم. خب بسیار عالی. و سکینه جان عزیز، شما شعر آورده اید به برنامه امروزی؟ خب میشه که ریحان جان شما شعرتان رو به دکلمه گیرید برای ما و دوستان عزیز؟ البته، اما قبل اینکه شعر خود بخوانم یک سلام گرم تا
و بینندگان عزیز و شبنم جان و سکینه جان، من امروز یک شعر درباره وطن خود افغانستان و از قنبرعلی تابش هستم. میخواییم به دیکلوم مگیرم. وطنم، وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر، بتکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر، بتکان ستاره ها را که ستاره های این شهر همه یادگار زخمند، همه یادگار زنجیر. منو یاد روزگاری که شکوه بلخ و غزنین شده بود عین مهتاب و درخششش جهانگیر. منم و امید روزی که تو را چنان ببینم که شبی بسان طاووس به هزار رنگ تصویر. گل و گندم و شقایق بدمد ز دشت هایت، ز بلند شانه هایت شود آفتاب تکثیر. وطنم، وطنم مباد روزی که کسی ز غنچه هایت به فراقت اشک ریزد، ز غمت شود گلوگیر، ز غمت شود گلوگیر. به به، بسیار شعر عالی و بسیار زیبا دکلمه کردید و ما بسیار کنجکاو هستم. سکینه جان عزیز، شما می توانید برای ما و بینندگان عزیز همین شعری را که در دست دارید دکلمه کنید. تشکر شبنم جان عزیز و یک سلام گرم تقدیم بیننده های عزیز و نازنین. امیدوارم که در هر جایی که هستید جور و سلامت و سر حال باشید. خب ریحان جان، واقعا ما کنجکاو بودم که این شعر بشنوم و آلم شنیدم، خیلی عالی بود و همچنان در مورد این شاعر خب معلومات نداشتم از اول. باز آلم متوجه شدم که واقعا یک شاعر پرطرفدار و واقعا خیلی معروف است و این شعرم که شما خواندید یکی از آهنگای معروف داو سرخوش است که واقعا خیلی عالیه. خب آلی، میخوایم شعر خوره و دکلمه بگیرم و کمی بخند. با عشق زندگی کن و با غم کمی بخند، با عشق زندگی کن و با غم کمی بخند، هر ماه نیست ماه محرم کمی بخند. جنگ است این قبول، بله گریه نیست هست، جنگ است این قبول، بله گریه نیست هست، در این بزن بکوب کم از کم کمی بخند. آدم برای گریه به دنیا نیامده است، تا سیب هست و قصه آدم کمی بخند. با زندگی قمار بزن هرچه باد باد، سی توست دست توست عزیزم کمی بخند. بخنده های شاد تو در زیر آسمان، بخنده های شاد تو در زیر آسمان، اسباب عیش نیست فراهم کمی بخند. تا لب بخنده وا نکنی گل نمی شوی، تا لب بخنده وا نکنی گل نمی شوی، ای غنچه با تولد شبنم کمی بخند. با سرنوشت تلخ خودت قد به قد بزن، فردا چه می شود با جهنم کمی بخند. فردا چه می شود با جهنم کمی بخند. وای، بسیار شعر عالی و خیلی صدایتان دلنشین است. و مهمانان عزیز، همان سوال معروف، به نظرتان رنگ قلم شاعر در وصف این شعر چیست ریحان؟ خب شبنم جان، من خیلی مشتاق بودم که بگیم رنگ قلم شاعر چی رنگیه
اما متاسفانه اصلا کدام حدسی ندارم در مورد ایشه و همچنان میخواستم از بینندگان خواهش کنم که در کامنت برای از ما بنویسه که در نظری از اونا رنگ قلم شاعر در میشهر از ما چی رنگیه. خب سکینه جان عزیز، سوال معروف رنگ قلم شاعر در وصف شعر چی بود؟ میشه برای ما خیلی واضح تر تشریح بدید؟ بله، خب شبنم جان، به نظر من رنگ قلم شاعر زرد می باشه، چرا که در شعر زیادتر این شعر این مفهوم را داره که وقت ناراحتی و غم دوباره میگه که بخند. نه باز به می خاطر من فکر میکنم که رنگ قلم شاعر در این شعر زرد است. خب مهمانان عزیز، حالا وقتش رسیده است که با چالش هایی که ما در نظر گرفتیم روبرو شوید و داخل این قاب 4 سوال از سکینه جان می باشد و 4 سوال از ریحان جان که سوال های خود را بردارد و جواب دهد. اول از ریحان جان شروع میکنیم که اول سوالاتتان را بردارید و جوابش به ما بسرد. خب ایره من باز کنم یا شما باز میکنم؟ اما باز خب سوال ای است که قمبر علی تابش از کجا هست و بیشتر کجا زندگی کرده است؟ من بیشتر با سکینه جانم گفتم که قمبر علی تابش از روستای سنگشنده و از ولایت غزنی است و بیشتر هم دمی ولایت غزنی در زادگاهش زندگی کرده که حتی امی دوران مکتب خودم دمی زادگاهش به پایان رسانده. خیلی عالی. و سکینه جان عزیز، شما میتوانید یکی از سوالاتتان را بردارید و خب سوال شمایی است که در بین 4 قوم معروف افغانستان با کدام ملیت تعلق دارد؟ خب شبنم جان عزیز، یحیی جواهری در مزار شریف متولد شده و همچنان فوتش هم در مزار شریف شده دید. شکر. ریحان جان عزیز، شما سوال دومتان رو بدارید و و همان سوالی را که از سکینه جان سوال کرده ایم همان سوال برای شما هم هست. در بین 4 قوم معروف افغانستان به کدام ملیت تعلق دارد؟ خب همونطور که دوالم گفتم قنبرعلی تابش از روستای سنگشنده و از ولایت غزنی است، پس ملیتشان هم هزاره هم. و همچنان برای من اصلا فرق نه، چرا که ایشان یک شاعر معاصر است که نام وطن عزیز ما افغانستان را خیلی بالا برده. خیلی عالی. و همطور سکینه فرمایید. خب مشهورترین کتاب یحیی جواهری چیست؟ خب شبنم جان، من اولم گفتم که یحیی جواهری 3 بسیار کتاب های معروف داره که به نام های انار چلنشین، ماه در فنجان و همچنان مبهم در موهوم است که شعر ایگه اثارش بسیار معروف است از نظر مردم. خب بینندگان عزیز، سکینه گفت که ایشان 3 کتاب معروف دارد. اگر با سکینه هم نظر هستید خب درست است، اگر نیستید در بخش کمین با ما همراه باشید. خب سوال دیگری هست که قمبرعلی تابش به علاوه سرودن شعر بیشتر به کدام بخش ها مشهور است؟ خب جالبیه که امی سوالایی که شما آوردین تمامش در باره قمبرعلی تابش که هسته برای ریحان جان میبرایه. خب این شعرم از قمبرعلی تابش را ریحان آورده، خب معلومات داره نه؟ ریحان جان عزیز، برای شما خیلی راحت است که جواب این سوال رو برای ما بدید. قمبرعلی تابش بیشتر شعرهای عاشقانه، اجتماعی، سیاسی و مذهبی و همچنان بیشتر در بخش‌های غزل نیز شعر سروده است و همچنان در کنار شعر سرودن ایشان مقالات خیلی زیاد را هم دارن. خب بینندگان عزیز، سوالای ما به پایان رسید و ما می‌خوایم یک شعری را برای شما از آن بخوانم.
دوستت دارم ولی تقدیر چیزی دیگری است. خواب میبینم تو را، تعبیر چیزی دیگری است. در خیابان بارها میبینمت از راه دور، بیشتر میآیم و تصویر چیزی دیگری است. خیلی تشکر از شما دو مهمان عزیز، ریحان جان عزیز و سکینه جان عزیز و بینندگان برنامه رنگ قلم. تا برنامه دیگر، بدرود.